یک روحانی شیعه در کنفرانس آزادی ادیان در اروپا به ایراده سخن پرداخت حجت الاسلام والمسلمین سید زیادین صالحی خانساری در کنفرانس آزادی ادیان که اخیران در پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شد طی سخنانی محکومیت ترور و خشونت از دیدگاه اسلام را مورد تأکید قرار داد وی در این کنفرانس طی سخنانی گفت متاسفم که در ابتدا باید بگویم در عصر مدرنیته انسانها برای لباس و کفش بیشتر از شخصیت انسانی ارزش قائل هستند و دلیل آن فاصله ای است که بین آنان و ادیان ایجاد شده و به همین دلیل کرامت انسانی را در کفش و لباس می دانند این عالم شیعه افزود من به عنوان یک روحانی شیعه متاسفم که خون هر انسانی با ترور و خشونت به زمین ریخته شود چه در کافه شبانه باشد و چه در مسیح چه در آسیا، آفریقا، اروپا یا آمریکا یا هر کجای دیگر باشد. از دیدگاه ماشیعیان ترور محکوم است. ایشان در ادامه با اشاره به هر نوع افرادگرایی به ویژه از سوی سنی های تندروی داعش گفت افرادی ها و مشخصا داعش پیروی هیچ یک از ادیان آسمانی نیستند اگرچه پرشم اسلام را در دست داشته باشند. چون هیچ دینی این تفکر و فرهنگ خشن را که انسانیت را زیر پا گذاشته است نمیپذیرد وی با یادآوری برخی مسائل تاریخی اسلام افزود اسلام حقیقی طرفدار آزادی بیان است چنانچه پیامبر اسلام صلی الله علیه با مسیحیان نجران معاهده ی همزیستی مسلمات آمیز نوشتند حجت الاسلام و المسلمین صالحی خانساری در پایان سخنان خود اتحادیه اروپا و دیگر دولت مردان را خطاب قرار داد و گفت لازم است شما از خود بپرسید که تا به حال چه اقدامات قانونی و تدبیرهای عملی جدی برای برخورد با تبعیض در میان ادیان جهانی و خشونت علیه آنها داشته اید.